سرخطی خبرها میدلی تیلوی خواننده تاجیک در بریتانیا چهارشنبه چهارشنبه به محبس خوجند انتقال داده شد. پیروزی منتخب جوانان تاجیکستان بر تیم افغانستان. سلام بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید. هفته نو برایتان با برار باشد. امروز 8 آوگوست است. برنامه را از یک خوش خبر آغاز میکنیم. امینه عزت الله، یک دختر 14 ساله از ناحیه ووسه که رادیو آزادی در برای تلاش های زبان آموزیش گزارش کرده بود، در میان همسالانش در بریتانیای کبیر جای اول گرفته است. این آزمون برای نورسان داننده خوبی زبان انگلیسی از 50 کشور عالم همه ساله برگزار می شود. با اطلاعی وزارت معارف و علم تاجیکستان، امسال در این آزمون 31 نورس از تاجیکستان شرکت کرده است. در برابر امینه اینچنین دو نورس دیگر، نازنین شاکیروف از دوشنبه و شکرانه ایوبوف از خوجند مقام اول را صاحب شدند. اکثر شرکت داران دیگر جای دویم و سهم گرفتند. عزت الله خدایقلوف، پدری امینه، از پیروزی دخترش خوشحال است. او میگوید دخترش در میان اشتراکچیان دیگر یگانه دختر از ناحیه دوردست بود. نورسان تاجیک امکان اشتراک در آزمون را پس از پیروزی در دور اول آن که ماه فوریه امسال آنلاینی برگزار شده بود صاحب شدند. دوتیتونی مسکو و وزارت حالات اضطراری خبر داده است که جسد سه مهاجر را که یک روز پیش هنگام انجام کارهای تعمیری در یک چاه کانالیزاسیونی در کوچه کراسنودارسکا افتاده بودند پیدا کردند. خبرگزاری ریا نوستی از قبلی این نهادها نوشته است دو نفر آنها شهروندان قرغیزستان و یک نفر از تاجیکستان می باشند. قبلا خبر داده شده بود که در منطقه لوبلینو 13 کارگر هنگام انجام کارهای تعمیری در یک چاه کانالیزاسیونی در کوچه کراسنودارسکا در منطقه لوبلینو شهر مسکو بر اثر بارشات زیاد دیوار این چاه کنده شد و آنها به درون افتادند. 6 نفر آنها توانستند مستقلانه بیرون شوند. 4 نفر دیگر را نجات بخشان که به جای حادثه آمده بودند بیرون کشیدند. در منطقه لوبلینو شهر مسکو که بازارهای بزرگترین این شهر در همین منطقه جایگیر شدند، شمار زیادی مهاجران از آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان نیز کار میکنند. سفارت تاجیکستان در روسیه هنوز این حادثه را شرح نداده است. چهارشنبه چهارشنبه ورزشگری معروف محاربه‌های آمیخته برای ادای حکم به محبس نظامش سنگین شهر خوجند انتقال داده شده است. در این باره ژورنالیست انورا سرکاروا که اساساً رویدادهای بدخشان را پیگیری میکند در صفحه فیسبوکی خود خبر داده است. دو ماه پیش دادگاه شهر دوشنبه چهارشنبه چهارشنبه را به گناه دعوت به سرنگونی حاکمیت به 8.5 سال زندان محکوم کرد. این ورزشگر روز 31 دکبر سال 2021 از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت و زندانی شد. در اول او را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت متهم کرده، دیرتر اتهام اول را برداشتند. همچنین به نوشته انورا سرکاروا و امردین الوواتشوف، یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان را نیز برای ادای حکمش به محبس واقع در کناری شهر وحدت انتقال دادند. الوواتشوف را آخر ماه اپریل بر اساس 5 بند کدکس جنایی به 18 سال زندان محکوم کردند. الوواتشوف 11 ژانویه امسال در روسیه ناپدید و در تاجیکستان پیدا شد. مقامات تنها 2 فوریه بازداشت او را در دوشنبه تصدیق کرده بودند. با یک قراری دادگاه در شهر بیشکک، یک دانشجوی 24 ساله از تاجیکستان در عبور غیرقانونی سرحد قرغیزستان گناهگار شد و او باید به وطن استرداد شود. اسم پوره این شهروند تاجیکستان نشر نمی شود. خبرگزاری سوادکا می نویسد این جوان دانشجوی رشته دندان پزشکی فکولته تیبی دانشگاه سلاویانی قرغیزستان و روسیه به نام یلسین است. با سبب اعلان پاندمیه و تحصیل فسیلوی او روز 7 اپریل سال 2021 به تاجیکستان رفت. آخری ماه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نزاع مسلحانه رخ داد و حکومت قرغیزستان به طور یکجانبه مرزش را بست. سپتامبر آن سال در دانشگاه تحصیل حضوری برقرار شد و دانشجویان را به ادامه خوانش به بیشکک دعوت کردند، ولی با سبب بسته بودن مرز دانشجوی تاجیک نتوانسته است از سرحد گذرد. دادگاه در قرار روز 5 آوگوست در شهروند تاجیکستان را برای عبور غیرقانونی سرحد قرغیزستان عیبدار و او را برای پرداخت
80000 сом ё 963 доллар маҳкум кард. Бо қарори додгоҳ баъди пардохти ҷарима ин шаҳрванд бояд ба ватан истирдод шавад. Вале маълум нест ки акнун таҳсили ин ҷавон дар донишгоҳ чӣ мешавад ва то куҷо метавонад бозбунии ҳукмашро талаб кунад. Мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар нахустин бозиаш дар мусобиқоти қаҳрамонии Созмони футболи Осиёи Марказӣ 2022 миёни дастаҳои мунтахаби ҷавонони то 19 сола, ки дар Душанбе ҷараён дорад, тими Афғонистонро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод. Ин бозӣ даври дуюми мусобиқот 6 август дар варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор шуд. Бозии дигари даври дуюм миёни дастаҳои мунтахаби ҷавонони Қирғизистон ва Узбекистон бо ҳисоби мусови 0-0 ба поён расид. Дар мусобиқоти қаҳрамонии Созмони футболи Осиёи Марказӣ 2022, ки 5 август дар Душанбе оғоз ёфт, 5 тими мунтахаби ҷавонони то 19 сола аз Афғонистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Узбекистон ва Ирон ширкат доранд. Дар даври аввали мусобиқот бозӣ миёни дастаҳои ҷавонони Узбекистон ва Ирон бо ҳисоби мусови 2-2 хотима ёфт. Дар бозии дигар мунтахаби ҷавонони Қирғизистон тими Афғонистонро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард. Бозиҳои даври сеюм шоми имрӯз 8 август доир мегарданд. Тепае дар шаҳри Бухтар, ки ҳамчун нишони шаҳри Бухтар буд, дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. Тепа, ки дар болояш осорхона мавҷуд буд, дарашро барои меҳмонон ва сокинони шаҳр баст. Чаро? Ҷузъиётро дар гузориши ҳамкорам Алишер Зарифӣ мебинем. Шаҳри Бухтар бо ҳамин тепа ва осорхонаи Биби Хонум маъруф аст. Бисёриҳо вақте ба Бухтар меоянд, аз болои ин тепа ба шаҳр менигаранд ва ба осорхона медароянд. Хидирали Охмирзоев баъди 40 сол ба Бухтар омад, вале наметавонад аз осорхона дидан кунад, чун дари осорхона баста шудааст. Тепара гирифтан дар кор нестай. Ин тепара қадим ҳастай, бояд ҳадим қадим ҷойш бубонад. Бояд ки онҷо як ҷои истироҳат, як чойхонаву, ягон чойхона устроҳи, як бо баландида баландтар кардан дар корае ки ҳамин ба ҳузур чой нӯшида, овқат хӯрда, ҳама тарафа Қорғон тепара тамоша кунад мардум. از اولی سال تپای شهری بختر در حالت صدموی قرار دارد. اطراف آثارخانه و خود تپه سوراخ شده، احتمالی خراب شوی بنا است. آوازه تخریب تپه و آثارخانه بیبی خانم ساکنان این شهر را نگران کرده است. نه این کیم پای بازی سگا چیکار میکنه نیست میکنه. چرا ما زیب دارد شهرده. ویدش خشروعی. بسار زده. ویدش خشروعی. چند سال شد این استاد است رنگ ما پیش شده است. در حکومت شهر بختر گفتند که کوچانیدن آثارخانه به خاطر صدموی شدن تپه بوده ولی تخریب تپه و آثارخانه حقیقت ندارد. سال 2015 این قلعه بعضی جایهایش تعمیر کرده شدگی بود، یعنی که ترقیش ها به عمل اومده بودند، در نتیجه بارشات گرمی ها این طبیعی است و دو سال اخیر این ترقیش ها باز هم زیاده شد و ما تصمیم گرفتیم، روبرت مقامات شهر بختر تصمیم گرفت که جهت پیشگیری حادثه های ناخوش این آثارخانه را به دیگر جای و کاخ فرهنگ کوچاند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 8 آوگوست را فرا می گیرد. شب 8 آوگوست سال 2008 میان گرجستان و روسیه جنگ شروع شد که 5 روز ادامه کرد و در نتیجه آن از هر دو جانب بیش از 230 نفر کشته و صدها تن مجروح و گریزه شدند. روسیه گرجستان را گناهکار کرد که به سمت جنوبی جدایی طلب حمله کرد و مسکو برای حمایت حقوق این مردم تانکوی خود را به خاک گرجستان درآورد. گرجستان و اتحادیه اروپا و غرب روسیه را گناهکار کردند که با عملهای خود شروع این جنگ را تحریک داد. تنها با میانجیگی اروپا 12 آوگوست سال 2008 جنگ خاتمه یافت، ولی تاثیر آن در روابط آینده روسیه با گرجستان و اروپا و غرب دوام دار شد. 8 آوگوست سال 2012 ورزشگری تاجیک موزونا چوریوا برنده مدال برنجی المپیاده لندن اعلان شد. او در نبرد با مشتزن ایرلندی کیتی تیلر رقابت کرده صاحب جای سیوم مسابقات گردید. موزونا اولین ورزشگر دختری از تاجیکستان گردید که صاحب مدال المپی شد.
8 августа сол 1935 журналист ва нависанда Насим Раджаб таваллуд шудааст. У 10 солаҳо дар нашрияи Пионери Тоҷикистон кор карда, баъди ба Анбос тағйири ном карданаш дар солҳои истиқлолият барои нашри маводи тарбиявӣ барои кӯдакони тоҷик заҳмати зиёд кашидааст. Аввалин қиссааш рӯзномае, ки бояд навишта мешуд, бештар шарҳи ҳоли будааст. Саргузаштҳои наврасони тоҷике қисса мекунад, ки бо сахтиҳои зиндагӣ рӯбарӯ мешаванд. Аксар асарҳои баъдиаш ҳам ҳама ба хонандаи наврас равона шуданд. Бонки милли қурби расмӣ асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин таъин кардааст. بینندههای عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. مطلبهای بیشتر رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و هم صفحههای آن در شبکههای اجتماعی پیگیری کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر، خدا نگهدار.